سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. طی 7 سال تمام کتاب های درسی ریاضی و فیزیک از پایه سوم دبستان تا 12 رو برای تمامی رشته ها به صورت فیلم آموزشی درآوردم در کانال های خودم و در سایتم برای دانلود رایگان شما عزیزان قرار دادم. آدرس سایت ها و کانال ها رو ملاحظه می کنید، حتما خودتون عضو بشید و دوستان خودتون رو هم مطلع کنید. بعد از این فیلم ها شروع کردم به ساختن فیلم های تحلیلی و فلسفی که از جمله همین فیلمی هست که ملاحظه میکنید. سلام، در این فیلم هم در مورد برخی از مباحثی که در مورد اون فکر میکنم با شما صحبت کنم. اندیشه های من محمد رضایی هستم که سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک و همچنین فیلم های تحلیلی و فلسفی هستم که در سایتم و در کانال هام که آدرسش رو در ابتدای فیلم ملاحظه کردید و زیر نویس میشه میتونید مطالب رو ببینید. داشتم به این فکر میکردم که چه چیز از امام علی علیه السلام من رو بر اون داشته که نسبت به این امام انقدر ارادت داشته باشم. عبادت او، تقواش، شجاعتش، فداکاری برای اسلام، اخلاق و مردمداریش، علم و عرفانش. دیدم اینکه همه اینها رو در خود یک جا داره مهمترین ویژگیه امام علیه. اما نه، دقت که کردم دیدم مگه میشه یکی از این صفات رو داشته باشه کسی و بقیه رو کم داشته باشه، اگر یکی رو به نهایت داشته باشه. یادم میاد که سخنرانی از کافی که سخنران مذهبی هست و فوت کرده گوش میدادم که در مورد حیا و چشم پوشیدن از نامحرم و اهمیت اون صحبت میکرد و اینکه حضرت یوسف علیه السلام برای این پرهیزگاری چه مقامی پیدا کرد. اون سخنران گفت این دروغه که کسی بگه من برای دوستم سنگ تموم میذارم و حق دوستی و مرام رو برای او تموم میکنم، در صورتی که این فرد اهل گناه، مشروب، روابط نامشروع باشه و از نماز و دعا و عبادت دور باشه. دوستی و مرام چنین کسی بی خوده و یک تصوری از این دوستی و معرفت در نظر افراد ممکنه ایجاد بشه که بیپایی و پوچه. مگر می شود کسی شجاعت داشته باشه و اهل عبادت نباشه؟ پاسخ من اینه که اگر به نظرمون بیاد کسی شجاعت داره ولی می دونیم اهل عبادت نیست، این اسمش بیباکیه، تحوره. شجاعت یک خصوصیت روحیه که مخصوص اهل ایمانه. بسیاری هستن که کارهای خطرناک و محیر العقول، مثلا حرکت روی داربست، آویزون شدن، پشتک زدن روی جاهایی که خطرناک هست، احتمال افتادنشون هست، اینا رو مبادرت میکنن که حتی انسانی مثل من از دیدن اون دلشوره میگیره و از لحاظ اخلاقی حتی لایک کردن چنین افرادی رو، منظور پیجشون هست، درست نمیدونه، چون اینا رو تشویق میکنه. این کار آنها البته جسارت و بیباکی اونها و داشتن اعتماد به نفس بالاشون رو نشون میده که تا اندازه زیادی این مرهون استعدادی هستش که از لحاظ روانی خداوند به اینها
عطا کرده. البته توانمندی های جسمی هم موجب شده که این اعتماد به نفسشون زیاد بشه. بخشیش البته ذاتیه، ودیعه خداوند هست و بسیاریش هم در اثر تمرین به دست آوردن. این کاری که روی خودشون انجام دادن البته باعث میشه که استعداد اونها برای اینکه روح خود رو پرورش بدن هم به وجود بیاد. روح و روان تو فلسفه من به هم مربوط هست، اما مستقل، به این معنا که توی ساعت‌های مختلفی هستن، توی ساعت‌های مختلفی توی وجود انسان هستن، اما ارتقای یکی موجب ارتقای دیگری ممکنه بتونه بشه، در صورتی که طرف اراده این رو داشته باشه. بنابراین این ویژگی ها یعنی این حرکات، این جسارت ها به خودی خود یک برتری روحی نیست. بگذارید از علم و توانمندی ذهن مثال بزنم. کسی ممکن است قهرمان شطرنج باشد، برنده جایزه نوبل علمی باشد، یک فرد بسیار باهوش باشد، یا یک رکورددار مثلا در حل مکعب روبیک. اما آیا او یک فرد کامل و متعالی است؟ آیا او یک فرد اخلاقی است؟ نظر من این است که او آماده دریافت‌های بیشتری است نسبت به دیگران. چرا؟ آیا چون بهره خدادادی بیشتری نسبت به دیگران دارد؟ نه، بیشتر به جهت اینکه تلاش کرده است و استعدادهای خدادادی خود را به کار گرفته است. افرادی که تنبل هستن و فکر میکنن هیچ استعدادی ندارن، فکر میکنن افراد دارای هوش و استعداد خیلی راحت و بدون زحمت به جایی میرسن، در صورتی که میدونیم اینطور نیست. اینها رو گفتم تا بدانید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و بسیاری از افرادی که شایستگان و افراد درستی هستند، نه به خاطر اینکه استعدادی از سوی خدا به آنها داده شده که البته هست، اما آنچه که آنها را ممتاز کرده و به این مقام رسیدند این هست که خودشون ظرفیتی در خودشون ایجاد کردند. میدونیم پیامبر قبل از اینکه مبعوث بشه افرادی این رو روایت کردن، به تنهایی داخل غار حرا میرفتن و مدتی رو در اونجا به تنهایی به سر میبردن که خودشون وقتی که بهشون وحی میشه این رو بیان میکنن که در اونجا با خدا راز و نیاز میکردن. همینطور پیامبران دیگه این خلوت و این عبادت رو داشتن. جایگاه این افراد البته در دنیا چیز خاصی به نظر بسیاری احتمالا نیست. مثلا از نظر هارون و رشید و دوروبری های حکومت او، امام موسی کاظم علیه السلام یک زندانی مفلوک بوده و آنها که حکومت میکنند، یعنی خودشون و دار و دستشون، اینا خلیفه پیامبر و جانشین و افرادی هستند که لطف خدا شامل حالشون شده و اوضاع بر وفق مراد اونهاست. حالان که اکنون برای ابد میدونیم اونها به عنوان کسانی که ظلم کردن در جهنم هستن و اون امام بزرگوار و افراد درستی که بر عقیده درستشون موندند در بهشت هستن. ما میتوانیم خیلی چیزها رو توی زندگیمون ببینیم و برای خودمون تعبیر و تفسیر کنیم، خوب و بد تلقی کنیم، اما اینها ربطی به حقیقتش نداره. مثلا ببینیم که
پدر و مادرمون با ما خوب هستن، از ما راضی هستن، مردم ما رو تحویل میگیرن، اوضاع مالیمون بد نیست، زندگیمون کم و بیش رو به راهه، بدنمون سلامت هست، مشکل چندانی در زندگی نداریم. و اینها رو نشونه ای از این بدونیم که خداوند به ما چشم داشته و از اون جهت که برای ما چنین روزی گسترده، بنابراین کار ما در آخرت هم درست خواهد بود و در بهشت جای خواهیم داشت. بر همین اساس هم وقتی اتفاق بدی برای برخی از ما میفته، میگیم که احتمالا نتیجه کار بدی بوده که این اواخر کرده ایم یا مکافاتی هست که در گذشته کرده ایم و خدا ما را خیلی دوست داشته که الان داره این مجازات رو برای ما انجام میده تا دیگه حسابمون پاک باشه. حالا که خودمان میدانیم که این چیزی است که خودمون برای خودمون ساختیم و چه بسا مصداق و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، یعنی کسانی که شیطان در نظرشون هر چی که انجام میدند زینت میده، خوب جلوه میده باشیم. هیچ کس جز خود انسان نمیتواند در مورد اعمالش داوری کند. البته که گناهان فاحشی وجود دارد که بی برو برگرد موجب عذاب جهنم است، اما آیا در جایی که نیت تعیین کننده گناه و ثواب بسیاری از اعمال است، کسی جز خود انسان میتواند داوری کند؟ بگذارید مثالی از یک حکم ساده شرعی بزنم. در دین اسلام بر مسلمان نماز، روزه، حج، زکات، جهاد و بسیاری از احکام واجب است. یعنی یک مسلمان باید نماز بخواند، در ماه رمضان روزه بگیرد، اگر مستطیع شد، یعنی توانمندی مالی پیدا کرد، توانمندی جسمی داشت، به حج بره و بخشی از درآمد خود را که مازاد نیازشه به فقرا بده و نیازمندان رو مورد انفاق مال خودش قرار بده. و در وقتی که شرایط جهاد با ظالمان و کافران مهیا شد، آماده جانفشانی و گذشتن از مال و جان خودش باشه. اما مثلا یک نفر بخواهد برای فرار از نماز بگوید که در قرآن که شرایط نماز و این که چند رکعت است و چگونه است نیامده، پس این نماز معلوم نیست چگونه باید اقامه شود. و در مورد روزه هم بگه برای فهمیدن وضعیت وضع فقرا وضع شده، ما هم خوب میدونیم وضعیت فقرا چگونه است، این رو پولدارها و مقامات باید به جا بیارن که مال مردم رو میخورن. و در مورد حج هم بگه که فعلا بازاری ها چند نوبت در صف هستن. و در مورد زکات هم بگه که ما خودمان واجب و نفقه هستیم. و در مورد جهاد هم بگه که آنها که ثبت نام کردن برای غزه بروند. و همه این حرفا رو برای خودش توجیه قرار میده برای فرار از این احکام، در صورتی که هیچ کدوم از اینها چیزهایی نیست که از او پذیرفته شود. ما در روز قیامت به تنهایی باید در مورد اعمالمان پاسخگو باشیم. در شب اول قبر هم این شروع میشه با سوال در مورد اینکه عمرت را در چه راهی صرف کردی، مالت را برای چه هزینه کردی و بدنت را برای چه فرسودی مورد سوال قرار میگیریم. و آنجاست که از دهانها حقایق بیرون میآید و خود انسان خود را محکوم میکند. آنجاست که کسی که ساعتها وقت برای حرف یا مفت صرف کرده و از نماز و حتی شکرگزاری ساده
حتی اگر به ذهنش رسیده بود که چرا عربی، فارسی، اون فارسیش هم نخونده، حتی یک شکرگزاری ساده هم نکرده. خودش را مستوجب سرزنش میدونه. آنجاست که میبینه چقدر از آنچه مربوط به روزه بوده که مربوط به تقویت روح بوده، یه چیزی برای خودش ساخته بود که ما روزه میگیریم بعد فقرا رو درک کنیم، و بعد هم پاسخ داده بود این وضع فقرا رو ما درک میکنیم، اونایی که مال این فقرا رو خوردن برن روزه بگیرن، اونها واجبه برشون، در صورتی که دلیلی که خداوند روزه رو قرار داده برای تقویت روح انسانه، برای اینه که تقوای خودش رو که خودداری از گناه هست ارتقا بده. میبینه که اینها رو مورد غفلت قرار داده و در شهوات چقدر گستاخی کرده. آنجاست که میبیند چطور مال اندوزی کرده، حق مردم رو که در مالش وجود داشته پرداخت نکرده. آنجاست که میبیند حج رو برای این به جا نیاورده که چیزی برای این سفر معنوی در خود نمیدیده که از حظ معنوی برخوردار باشه و برایش عذاب‌آور بوده، برای همین نرفته. البته در مورد حج من بگم یه عده‌ای هستن که همینطور مال مردم رو میخورن و فکر میکنن الان حج میرن این براشون ثواب داره، در صورتی که این گناه مکرر. منظور من از اون کسانی هستش که مستطیع هستن، مثلا یک معلم، یک فردی هست که کار درستی انجام میده، ثروتش، مالش رو از راه درست به دست آورده، کسب و کاری داره و حج نمیره به خاطر اینکه حال نمیکنه با حج رفتن، یک بارم نرفته. و افراد نیازمند رو هم کمک میکنه، اما این حج رو در خودش نمیبینه، در صورتی که اگر بره شاید خیلی تکان بخوره، بیشتر از قبل به افراد فقیر کمک کنه، ببینه که یک پوسته ای درونش خزیده، مثلا خودش رو سرگرم کرده با اینکه در محرم من اجر معنوی میبرم، در صورتی که اگر به سفر حج بره میبینه که در مقابل خیلی از افرادی که ایمان دارن هیچی نیست، چشمانش شاید باز بشه. در مورد جهاد هم خواهد دید که چقدر خودش رو به اون راه زده و جهاد رو در افرادی زشت سیرت تعبیر کرده و خود رو از اونها بری کرده و به این صورت خودش رو از جهاد معاف کرده، در صورتی که جهاد واقعی از خودگذشتگی در برابر ظالمان بوده که اون رو فروگذار کرده. این فرد باید یادآور بشه به خودش که پیامبر در شعب ابی طالب هم داشت جهاد میکرد، بر اعتقاداتش ایستادگی کرد و حاضر نشد که تسلیم مشرکان بشه. جهاد یعنی ایستادگی کردن در برابر ظالمان، کافران، مشرکان، منافقان و افراد نادرست. انسان هم درون خودش باید جهادی انجام بده که جهاد اکبره، و البته شعبه ای از جهاد اکبر حتما جهاد اصغر هم هست، یعنی ایستادگی در برابر نادرستی های دیگران. جهاد میتونه اخم در برابر یک ظالم باشه. وقتی شما در حضور یک آدمی قرار گرفتید که سرش به تنش نمیارزه و اونجا میتونید مجلس رو ترک کنید، جلسه رو ترک کنید، البته اگر بهتون صدمه زده نمیشه این کار رو باید انجام بدید، درست خلاف ادبه اما اخلاقیه.
و این معجور خواهید بود. ما حدیث داریم اگر شما پای صحبت کسی بنشینید که حرف نادرستی میزنه، شما در گناه اون شریک هستید. این شجاعت بسیار ستودنیه. من دیدم وقتی که حماس اون جنایت رو انجام داد، این بسیجی ها اومدن شیرینی پخش کردن و مردم فهیمی و مردمی که تحت این حکومت هستن و نمیتونن ابراز بیان آزاد داشته باشن، اما میتونن شیرینی این افراد رو نگیرن، این شجاعت رو داشتن، اقدام کردن. البته هر کسی بنا به اون چیزی که به قلبش میرسه میتونه این شجاعت رو نشون بده. کسی مثل حضرت سمیه اگر در زیر شکنجه قرار میگیره و خدا رو انکار نمیکنه، این بر قلبش حقی قرار گرفته که انقدر خدا رو عمیقاً احساس میکنه که دیگه به فکر این نیست که من میتونم جان خودم رو با انکار خدا نجات بدم. سراسر وجودش عشق به خدا شده و کسی هم ممکنه انکار کنه خدا رو، خدا از او گناهی صبر نخواهد کرد به خاطر اینکه جان خودش رو نجات داده. جهاد در جایی هستش که ما در برابر حق بتونیم دفاع کنیم و احتمال پیروزی رو بدونیم، از مالمون، از جانمون، تا اونجایی که میتونیم باید هزینه کنیم و حق رو پاسداری کنیم. این یاری دادن خداه و خدا وعده داده که چنین یاری کنندگانی رو یاری کنه. اما کسانی که با فریب دادن خودشون در حقیقت از احکام الهی دور میشند، سرنوشتشون از نظر خداوند مشخصه و خودشون هم همیشه در این سرگردانی و نگرانی خواهند بود. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخادعون الا انفسهم و ما یشعرون. آیه 9 سوره بقره خداوند می‌فرماید آنها با خدا و اهل ایمان خدعه می‌کنند، اما در حقیقت خودشون رو فریب می‌دن و نمی‌فهمند. این نمی‌فهمند خیلی اهمیت داره. یعنی اصلا این افراد در همون سطح فریبی که میدن میمونند و در نگرانی که چه سرنوشتی دارند هم هستند و سرگردان. من این آیات قرآن رو که میبینم عمیقا تکون میخورم و برخی مواقع که میبینم سختی وجود داره، عمق جنایت و ظلمی وجود داره، دلم با این آیات قرص میشه که خداوند تقدیرش چنین بوده، ما باید بسپاریم به دست خودش و انشاءالله همونطوری که تا الان مؤمنین رو یاری کرده و کسانی که اهل ایمان بودند رو با یاریش کمک کرده، حتما در ادامه هم به وعده های خودش عمل خواهد کرد. یادمون باشه خداوند آفریننده تمام کهکشان ها به ما این قول رو داده و به اهل ایمان مژده داده: یا ایها الانسان انک کادح
الى ربک کدهن و ملاقی. آیه 6 سوره انشقاق که خداوند می‌فرماید ای انسان، ای انسانی که شنونده فرمان حق خداوند بوده ای، همانا تو در راه رسیدن به پروردگارت تلاش می‌کنی، پس او را ملاقات خواهی کرد.